شما بینندگان گرامی که این برنامه را از هر طریق مشاهده می نمایید. من نظیف توهی باز هم در خدمت شما عزیزان قرار دارم. در برنامه قبلی راجع به اینکه چی عوامل باعث بروز یک بحران اقتصادی می گردد و در مورد شدیدترین بحران های اقتصادی در جهان تماس گرفتم. در برنامه امروزی که برنامه 64 جهان اقتصاد است، در مورد ناگزیری بحران اقتصادی در سال 2020 پیامدها و عواقب آن صحبت میکنم. طور که در برنامه قبلی نیز گفتم، در سال جاری وقوع بحران اقتصادی حتمی است. با اساس گزارشات مختلف نشر شده طی هفته های اخیر، کوچک شدن اقتصاد کشورها از همین حالا آغاز گردیده است. نظر به پیشبینی ها، اقتصاد جهان احتمال دارد تا 7.7% کوچک گردد، ولی با آن هم به مدت زمان ادامه بحران کرونا اندازه عمق و شدت آن ارتباط دارد. اگر بحران کرونا تا یک سال ادامه یابد، احتمال دارد که اقتصاد جهانی حتی 10% کوچک گردد. در حال که در هنگام وقوع بحران مالی 2009 میلادی اقتصاد جهان به اندازه 5.1% کوچک گردید و سطح بیکاری 10% به 10% رسیده بود. بنابر ارقام بانک توسعه‌ای آسیا، خسارات ناشی از بحران سال 2009 میلادی به 50 تریلیون دلار بالغ می‌گردید. با وقوع بحران اقتصادی ناشی از ویروس کرونا احتمال زیاد موجود است که کشورها با قروض نهایت بلند مواجه گردند و بیکاری به اوج خود برسد. شیوع ویروس کرونا نه تنها مردم عادی در جوامع پیشرفته و در سطح جهان را، بلکه رهبران و دستگاه حکومتی کشورها را هم دستپاچه و وحشت زده نمود. هیچ کدام آنها با قاطعیت رای حل دقیق جهت نجات از این بحران را ندارند. استراتژی روشن دولت‌های حاکم تا کنون ای بوده که بگذارند مردم با ویروس کرونا مبتلا شوند تا مسئولیت صحی وسیع در جامعه ایجاد گردد. دولت‌ها از طریق وزنمودن مقررات خاص از مرگ و میر آنهایی که مقاومت وجودشان کمتر و در سنین بالاتر قرار دارند و دچار مریضی‌های مزمن هستند بکاهند تا بتوانند آنها را محافظت نمایند. ای که شیوع ویروس کرونا یا مرض کووید 19 تا چی زمان ادامه می‌یابد کاملا نامعلوم است. بحران کرونا بیشتر در کشورهای شدت دارد که سالهاست در آن قحطی، گرسنگی، مرگ و میر از اثر امراض چون وبا، ابولا، مالاریا و امثال آن وجود ندارد. این بحران بیشتر در جامعه است که از نظر آنها کشورهای به اصطلاح غیر توتالیتر، پیشرفته، پابند حقوق بشر و دموکرات هستند و وظیفه خود می‌دانند تا کشورهای عقب نگه داشته شده را که با گرسنگی، بیماری و قحطی مواجه هستند کمک های سخاوتمندانه و بشر دوستانه نمایند. در این جوامعی که تمام امکانات مالی و همه منابع علمی و پیشرفته در اختیار دارند و حکومت هایشان هم انتخابی هستند، در قرن 21 که بشر به سادگی قادر به مقابله با این گونه اپیدمی ها است، چرا تدابیر لازم و ضروری برای حفاظت از منافع مردم و تأمین امنیت و سلامت افراد جامعه قبل از قبل تدارک ننمودند؟ قرار اظهارات مقامات مسئول، آنها با کمبود بستر در شفاخانه ها، دستگاه اکسیژن به حد کافی که تولید آن هم با ای زودی ها ممکن نیست مواجه هستند. این کشورها برای تربیه کادرهای صحی و تحقیقات طبی مورد ضرورت به موقع اقدام نکردند، زیرا برای یک تست ساده باید ماها و شاید هم سالها وقت ضرورت باشد تا تهیه و مورد استفاده قرار بگیرد.
از همین سبب این اپیدمی در میان افرادی که ضعیفتر، مریض و یا سالمند هستند قربانی بیشتر خواهد داشت. چیزی که کشورهای غربی را بیشتر از همه سراسیمه و نگران نموده تأثیرات مخرب و کشنده این ویروس و تلفات انسانی نیست، بلکه عواقب و پیامدهای آن است که جهان بعد از کرونا با آن مواجه خواهد شد. معمولا در جوامع غربی مردم موقع بروز مصائب و حوادث طبیعی عادت دارند علیه حکومت‌هایشان اعتراض ننموده و آنها را تحت فشار قرار ندهند. ولی با درک این مطلب که این اپیدمی قابل پیشگیری و کنترل بود و است، از خواب غفلت بیدار میشن. فعلا آثار این بیداری در اکثر کشورها به مشاهده میرسد و این را قدرت‌های حاکمه به خوبی میدانند. اتباعی کشورهای ایتالیا و اسپانیا، انگلستان، فرانسه، ایالات متحده امریکا از خود میپرسند که چرا با وجود امکانات اقتصادی و مالی کافی باز هم برای سلامت انسان و محیط زیست در مقابل همچو حوادث تدابیر احتیاطی لازم اتخاذ نگردیده است. این امر باعث سلب اعتماد از حکومت‌های منتخب گردیده که برای مسئولین این کشورها بعد از بحران کرونا کشنده‌تر از ویروس کرونا خواهد بود. قبل از شیوع ویروس کرونا هم جهان صلح، آرامش و امنیت کافی نداشت. بحران‌های متواتر از قبیل بحران محیط زیست، بحران‌های اقتصادی و مالی، سیاست‌های ریاضتی اقتصادی دولت‌ها، بحران پناهندگان، فرار میلیون‌ها انسان از شرق میانه، تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده آمریکا و متحدانش علیه کشورهای مختلف، اعتراضات مردمی در شرق میانه علیه تروریسم دولتی آمریکا، اوج گرفتن اعتراضات مردمی جلی قزردها در فرانسه و در بعضی از کشورهای اروپایی و امثال اینها بخشی از پرابلم های موجوده است که می توان نام برد. ولی با علاوه شدن بحران کرونا امکان دارد تغییرات و تحولات گسترده سیاسی و اقتصادی در جهان رونما گردد. چنانچه گفته می شود که تأثیرات کووید 19 در مقایسه با حادثه 11 سپتامبر و بحران مالی سال 2008 بالای ساختار سیاسی و نظام جهانی نهایت وسیع تر خواهد بود. همان طور که اپیدمی تاون یا مرگ سیاه بین سالهای 1347 تا 1351 میلادی اروپا را و بعدا جهان را تغییر داد و باعث بی‌اعتبار ساختن کلیسا گردید، زمینه را برای رنسانس و تغییرات در ساختار اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیکی جوامع بشری مهیا ساخت. جهان بعد از کرونا نیز می‌تواند در ابعاد مختلف تحولات گسترده در قبال داشته باشد. از همین سبب طبقه حاکمه تلاش می‌ورزد که برای مقابله با جهان بعد از کرونا خود را آماده کند. فریب دادن مردم و ضعف نظام در حفاظت از سلامتی اتباع با اتخاذ تدابیر عوام فریبانه و مخفی نمودن واقعیت ها از مردم دیگر مورد پذیرش نیست. در شرایط کنونی که بازارها تا حدود از کنترل خارج گردیده، قشر با تجربه طبقه حاکمه بیان می‌دارد تا بایست شیوه زندگی خود را تغییر دهیم و از اشتباهات گذشته عبرت بگیریم و برای بقای سیستم موجود سودآوری سرمایه را بتی بسازیم. هنوز تلفات کرونا نهایت محدود بود که سرمایه گذاران بازارهای بورس شانگهای تقریبا 40 میلیارد دلار ضرر نمودند. حکومت چین 22 میلیارد دلار به اقتصاد کشور تزریق کرد. با گسترش کووید 19 بازارهای مالی جهان به لرزه افتیدند. بازار اسهام به تاریخ 16 اپریل
سال جاری یا سال 2020 میلادی سقوط تاریخی بازار اسهام امریکا را نشان داد. چنانچه ارزش شاخص S&P 500 امریکا 11.98% داو جانس و ناتساک 12.93 و 12.32% سقوط کردند. در بازار بورس لندن نیز شاخص فوتسی 100 که متشکل از 100 شرکت بزرگ انگلیسی است 7% سقوط کرد. فعلا برای اندیشیدن در مورد بازارهای مالی ناوقت شده. بازاری که 24 ساعت مصروف مبادله است فعلا در آن ترس و وحشت حکم فرما گردیده است. در ایالات متحده آمریکا جایی که مردم علاقمند ارقام هستند و اضطراب سرمایه گذاران را همیشه می سنجند. به اساس فیکس یا فشارسنج وضع بازارهای مالی در آمریکا حتی بیشتر از ناگوارترین روزهای بعد از ورشکست شدن بانک سرمایه گذاری لیمن برادرز در سال 2008 میلادی و بحران بانکی بعدی را بیان می دارد. ویروس کووید 19 بر اتحادیه های ناشی از جهانی سازی نیز ضربه شدید وارد نمود که بسته شدن سرحدات مثال برجسته آن است. اکثر کشورها با وزن نمودن مقررات سرحداتشان را بر روی همسایگان خود بستند. دولت آمریکا آغازگر این پروسه بود که ورود ادبای تمام کشورهای اروپایی را به استثنای انگلیس ها برای مدت یک ماه ممنوع اعلام کرد. با اساس گزارش بی بی سی شرکت هوایی انگلستان بریتیش ایرویز اعلام نمود که در ماه های اپریل و ماه می حداقل 75% ظرفیت خود را کاهش خواهد داد که این امر باعث سقوط اسهام این شرکت گردید. همچنان اسهام شرکت هوایی ایزی جت 30% سقوط نمود. این شرکت بیشتر تیاراتش را توقف داد. چنانچه آژانس CNN با اساس گزارش سازمان ملل متحد اظهار می دارد که بدلیل توقف کار در مزاری و اختلال در زنجیره های تأمین مواد غذایی در کشورهای مختلف و اقدامات محافظه‌کارانه دولت ها در هنگام بحران ویروس کرونا طور مثال مسدود نمودن سرحدات احتمال دارد جهان به کمبود مواد غذایی مواجه گردد. اقتصاددانان فایو یا سازمان خوربار و کشاورزی ملل متحد هشدار دادند که خریداری های سراسیمه از ترس کمبود مواد غذایی و قرنطینه مردم در خانه هایشان می تواند باعث تورم مواد غذایی در جهان شود. شیوع ویروس کرونا می تواند روابط اقتصادی موجود را نیز مختل نماید، بخصوص تحول نیروی کار به جاهایی که بیشترین نیاز به آن را دارند مثل مزارع و سایر شرکت های کشاورزی. اختلال در تولید قبلا در اثر اقدامات اتخاذ شده به خاطر مقابله با شیوع ویروس کرونا و همگیر شدن بیماری کووید 19 به وقوع پیوسته است. باید گفت که در ماه‌های بعدی احتمال دارد فروشگاه‌ها در تأمین مواد غذایی به مشکلات مواجه گردند. تا حال این وضعیت تحت کنترل است، زیرا اکثر کشورها مواد غذایی کافی را ذخیره کرده‌اند. مدیر عامل صندوق بین المللی پول به تاریخ 3 اپریل 2020 میلادی اعلام نمود که در اثر شیوع ویروس کرونا یا بیماری کووید 19 برای اولین بار در طول تاریخ کار و فعالیت های اقتصادی در سطح جهان عملا متوقف گردیده است. وی بیان می دارد ما در رکود اقتصادی قرار داریم و رکود اقتصادی فیلی ناگوارتر از بحران اقتصادی 2008-2009 است. به همین منظور صندوق بین المللی پول جهت استفاده از مجموعه ذخیره خود که ارزش آن به 1 تریلیون دلار می رسد آمادگی خود را اعلام نمود.
الا تاریخ 2 اپریل سال 2020 میلادی بیشتر از 80 کشور جهان جهت مقابله با شیوع ویروس کرونا از صندوق بین المللی پول تقاضای کمک نمودند. مجموع کمک های درخواست شده از جانب کشورها از 20 میلیارد دلار تجاوز می کند. همچنان بانک سرمایه گذاری امریکا مورگن در اخیر ماه مارچ اعلام نمود که اقتصاد جهانی در حالت رکود قرار دارد که آن احتمال دارد به نهایت شدید باشد. با آن هم تحلیلگران معتقد هستند هرگاه اوضاع فعلی هرچی زودتر در ارتباط با جلوگیری از شیوع بیماری همگیر کووید 19 بهبود یابد، شوک وارد شده به تولید ناخالص جهانی با وجود شدت آن طولانی نخواهد بود. صندوق بین المللی پول به تاریخ 3 مارچ 2020 میلادی هم از رکود شدید اقتصادی در اروپا به خاطر شیوع کووید 19 و تعطیل عرصه‌های عمده اقتصادی تاکید ورزیده است. از آن جایی که شیوع ویروس کرونا باعث تعطیلی عرصه‌های بزرگ اقتصادی در اروپا گردیده، اروپا با رکود شدید اقتصادی مواجه است. ای که این بحران تا چی وقت ادامه می‌یابد و تا چی حد تأثیرات سو بالای اقتصاد به جا خواهد گذاشت نمی‌توان فعلا حد زد. ادامه تعطیلی عرصه های اقتصادی در اروپا باعث کاهش ماهانه 3% در تولید ناخالص داخلی سالانه خواهد شد و در نتیجه در سال روان یک بحران عمیق و گسترده در اروپا ناگزیر به وقوع خواهد پیوست. بانک مرکزی فرانسه بیان نموده که اقتصاد این کشور در ربع اول سال جاری به اندازه 6% نظر به 3 ماه گذشته کوچکتر شده است. این عمیق‌ترین بحران در این کشور بعد از جنگ جهانی دوم می باشد. به اساس پیشبینی 5 انستیتوت بزرگ اقتصادی آلمان نیز امسال وارد بحران شدید شده است. این مؤسسات پیش بینی می نماید که اقتصاد کشور آلمان در ربع اول سال 1.9% کوچکتر گردیده و به تعقیب آن این رقم در 3 ماه بعدی به 9.8% خواهد رسید. این بیانگر آن است که تولید ناخالص داخلی آلمان در سال 2020 میلادی به اندازه 4.2% کاهش خواهد یافت و در نتیجه سطح بیکاری از 5 تا 5.9% افزایش می‌یابد که این خود ضربه شدید و ناگوار بر رفاه و آسایش مردم این کشور بعد از جنگ جهانی دوم و بحران مالی سال 2009 میلادی خواهد بود. به اساس گزارش بلومبرگ مورخ 14 اپریل 2020 میلادی با علت شیوع ویروس کرونا در 6 ماه اول سال 2020 تولید ناخالص داخلی اروپا 10% سقوط خواهد کرد که این ضربه اصلی در ربع دوم سال با کاهش 8.3% از تولید ناخالص داخلی اروپا واقع خواهد شد. اگر وضع اقتصادی اروپا در نیمه دوم سال هم بهبود یابد، با آن هم تولید ناخالص داخلی اروپا 5.2% کاهش را در این سال نشان خواهد داد. مطابق پیشبینی بلومبرگ، کشورهای ایتالیا و اسپانیا که زیادترین گسترش ویروس کرونا را تا حال در اروپا تجربه کردند، بیشترین خساره اقتصادی را متقبل خواهند شد. یعنی تولید ناخالص داخلیشان در سال 2020 به ترتیب 7.3 و 5.7% کاهش می‌یابد. همچنان اقتصاد انگلستان 5%، آلمان و فرانسه هر کدام 4.7% با کاهش تولید ناخالص داخلی مواجه خواهد شد. از ارقام موجود صندوق بین المللی پول هم برمی‌آید
که تولید ناخالص داخلی کشورهای اروپایی با علت قرنطین و مسدود شدن حریم هوایی، سرحدات بحری و زمینی این کشورها در سال 2020 به اندازه 7.5% کاهش می‌یابد. ارقام صندوق بین المللی پول بیانگر آن است که ایتالیا و اسپانیا بیشترین خساره اقتصادی را متحمل خواهند شد، یعنی به ترتیب 9.1% و 8.8% تولید ناخالص داخلیشان کاهش خواهد یافت. همچنان در سال 2020 میلادی تولید ناخالص داخلی فرانسه 7.2% و آلمان 7% کاهش می‌یابد. مطابق پیشبینی صندوق بین المللی پول، کشورهای جهان در مجموع از این بحران از نظر اقتصادی خسارمند خواهند شد. طور مثال اقتصاد ایالات متحده آمریکا در سال جاری 6% و اقتصاد ژاپن 5% کوچک خواهد شد. همچنان اقتصادهای نوظهور هم امسال کوچک شدن را تجربه میکنند و یا ای که رشد آنها به شدت کاهش خواهد یافت. ولی بنابر پیشبینی کارشناسان صندوق بین المللی پول، اقتصاد در حال رشد سریع چین تا 1% رشد میکنند. بنابر معلومات موجود سطح آمادگی اروپا جهت مقابله با بحران اقتصادی فعلی حتی از افریقا کمتر است، چنانچه این موضوع در گزارش اتحادیه افریقا نیز خاطر نشان شده است. کاهش احتمالی سطح رشد تولید ناخالص افریقا از اکثریت کشورهای اروپایی به مراتب کمتر است، به این معنی که تولید ناخالص داخلی قاره افریقا در اخیر سال 2020 میلادی از 0.8 تا 1.1% کاهش خواهد یافت، در حالی که به اساس پیشبینی یک تعداد از اقتصاددانان و سازمانهای تخصصی کاهش تولید ناخالص داخلی در کشورهای اروپایی تا پایان سال 2020 بیشتر خواهد بود. به اساس پیشبینی بانک توسعه افریقا، رشد تولید ناخالص داخلی افریقا تا اخیر سال 2020 به 3.4% خواهد رسید. علت اساسی زیان کمتر در افریقا ای است که از یک جهت تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در این قاره کمتر است و از جهت دیگر در بسیاری از کشورهای افریقایی مقامات به خاطر جلوگیری از شیوع کرونا یا ویروس کرونا اقدامات لازم و جدی اتخاذ ننموده و مؤسسات اقتصادی را تعطیل نکردند. ایالات متحده آمریکا من حیث بزرگترین اقتصاد جهان الا عبده اپریل سال 2020 میلادی از لحاظ تعداد مبتلایان به کرونا و تعداد تلفات در سطح جهان در جایگاه اول قرار دارد، یعنی تعداد مبتلایان به 644,348 نفر و تعداد قربانیان به 28,554 نفر میرسد و شهر نیویورک در کانون به کانون اصلی ای بیماری همگیر تبدیل شده که مقامات ای شهر طی چند روز محدود کنترل اوضاع را از دست دادند. پس سوال طرح می گردد که امریکا من حیث بزرگترین اقتصاد دنیا چرا در مبارزه با این مرض همگیر از خود ناتوانی نشان داده و نتوانست به موقع به کنترل آن براید؟ از تاریخ 22 جنوری سال 2020 وقتی که اولین شخص مبتلا به کرونا در امریکا ثبت شد تا اواسط ماه مارچ به امریکا بیشتر از 100 نفر تلفات نداشت، آقای دونالد ترامپ اطمینان داد که همه چیز تحت کنترل است، امکان مبتلا شدن به این مرض کم است و با مجرد گرم شدن هوا ویروس عقب نشینی میکنه و
ولی در اواخر ماه مارس بیان داشت ای پاندمی است. من می دانستم که ای یک مرض همگیر است و شما باید مدت ها قبل کارهای پیشگیرانه را در این زمینه انجام می دادید و به کشورهای دیگر نگاه کنید. در حقیقت امر مقامات کشور امریکا نمی توانند به شیوعی کرونا به طور قناعت بخش مقابله کنند و سیستم صحی موجود برای تداوی صدها هزار مریض آماده نیست. به نظر کارشناسان امریکایی شیوعی سری ویروس کرونا ناشی از تأخیر شش هفته‌ای واشنگتن در اتخاذ اقدامات و تدابیر لازم از قبل، تهیه تست ها، ماسک ها، لباس های محافظتی برای پرسنل طبی، سفارش و خرید دستگاه های تنفسی مصنوعی و غیره بود. یکی دیگر از نقاط ضعیف و آسیب پذیر صحت عامه در امریکا عدم موجودیت سیستم بیمه عمومی است. بسیاری مردم دسترسی به خدمات صحی ندارند و وقوع پاندمی این مسئله را برجسته تر ساخت. امریکایی ها را می توان به صورت عموم به سه کتگوری تقسیم کرد. گروه اول شامل ثروتمندان هستند که می توانند بیمه خریداری کنند. گروه دوم شامل افرادی هست که زیر خط فقر زندگی نموده و مستحق بیمه صحی برای خدمات مراقبتی رایگان یا کم مصرف می باشند. ولی گروه سوم شامل 27.5 میلیون امریکایی است که اصلا بیمه ندارند و آسیب پذیرترین افراد در کشور امریکا هستند. با عباره دیگر 8.5% از ادبای امریکا حق استفاده از خدمات صحی را ندارند. با شیوع ویروس کرونا در امریکا سطح بیکاری افزایش بی‌سابقه یافته است، زیرا به علت شیوع ویروس کرونا اقتصاد امریکا تقریبا به حالت سکون قرار گرفته و طیف وسیع از کسب و کارها و فعالیت‌های اقتصادی من جمله رستوران‌ها و تولید کنندگان کارمندانشان را اخراج نمودند. چنانچه وزارت کار امریکا اعلام نموده که در مجموع تعداد افرادی که طی 3 هفته اخیر از اواسط ماه مارس الى 10 اپریل خواستار کمک بیکاری شدند از 16 میلیون نفر تجاوز نموده است. گرچه دولت امریکا یک بسته معرک اقتصادی به ارزش 2 تریلیون دلار برای محدود ساختن تأثیرات شیوع کووید 19 را تصویب نموده که شامل پرداخت 1200 دلار به سالمندان و کمک به کسب و کارهای کوچک برای پرداخت حقوق کارمندانشان می باشد، اما در اثر افزایش سرسام‌آور تعداد تقاضا کنندگان برای دریافت کمک های بیکاری، مقامات کشور با مشکل رسیدگی به تقاضاها مواجه گردیدند. سازمان بین المللی کار که یکی از مؤسسات تخصصی سازمان ملل در امور مربوط به کار و کارگران است، اعلام کرد که شیوع ویروس کرونا سطح بیکاری در جهان را بیشتر از بحران اقتصادی در سال 2008 افزایش خواهد داد. در گزارش سازمان بین المللی کار آمده است که شیوع ویروس کرونا بیکاری جهان را به سطح قابل توجه افزایش می دهد و باعث اخراج شدن بیشتر از 25 میلیون نفر از کار و کاهش گسترده درآمد کارگران شده و تأثیرات گسترده بر نتایج بازار کار خواهد داشت. گسترش سری ویروس کرونا تأثیرات فزاینده بر فعالیت شرکت‌های تجاری و تولیدی در سراسر جهان به جا گذاشته است. از همه اولتر شرکت‌های حمل و نقل هوایی تأثیرات منفی اقتصادی این ویروس را متحمل شدند و در صورت تداوم روند شیوع ویروس کرونا احتمال دارد تا اخیر ماه می تعداد زیاد شرکت‌های هوانوردی در
جهان ورشکست گردند و شرکت های هوانوردی به سرعت در حال از دست دادن منابع مالی خود هستند، چرا که بخش قابل ملاحظه از پروازها متوقف شده و طیاراتی که فعال هستند با نیمه از ظرفیت خود مشغول فعالیت هستند. شرکت های هوانوردی بزرگ چون امریکن ایرلاینز و کانتاس استرالیا ظرفیت فعالیت هایشان را کاهش قابل ملاحظه داده و هم تعداد از شرکت های هوانوردی اقدام به تعدیل کارمندانشان نموده اند. طور مثال شرکت SAS سویدن تصمیم گرفت که 90% از کارمندانش را در حالت تعدیل قرار دهد. همچنان به اساس خبر رویترز به تاریخ 18 مارس سال روان شرکت هوانوردی قطر به علت کاهش پروازهایش پس از گسترش شیوع ویروس کرونا به طور ناگهانی 200 کارمند خود را از کار بیکار نمود. انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی اظهار می دارد که ویروس کرونا می تواند بین 63 تا 103 میلیارد دلار به شرکت های حمل و نقل هوایی خساره وارد نماید، زیرا چشمانداز ای بخش در بیشتر نقاط جهان به شدت تیره و تاریک است. ای وضع سرمایه گذاران را به شدت نگران ساخته و آنها در تلاش خارج نمودن سرمایهشان از چنین شرکت ها هستند. ای تلاش سهامداران جهت فروش اسهامشان از شرکت های اوایی باعث سقوط ارزش اسهام در شرکت ها در بورس های اوراق بهادار جهان گردیده است. طور مثال به تاریخ 5 مارس سال 2020 ارزش اسهام هوایی ایر فرانس و کایلم 7% کاهش یافت. ارزش اسهام این شرکت از 19 فوریه بدین سو بیشتر از 40% سقوط نموده است. این سقوط به علت توقف پروازهای این شرکت به چین ناشی از شیوع ویروس کرونا از فوریه تا آوریل بوده و باعث گردیده که بین 150 تا 200 میلیون یورو از درآمدهای خود را از دست بدن. با گزارش CNN در نتیجه شیوع ویروس کرونا شرکت‌های هوانوردی اروپایی به نام فلای بی با علت کاهش بی سابقه مسافران اعلام ورشکستگی کرد. از ماه فوریه سال 2020 تا کنون حداقل 42 شرکت ژاپنی ورشکست شدند. علت ورشکست شدن از اینا خسارات وارد شده ناشی از شیوع ویروس کرونا می باشد. به اساس گزارش تلویزیون ملی ژاپن 70% از این شرکت ها در بخش های توریسم و ارائه خدمات مواد غذایی فعالیت داشتند. خلاصه بحران کرونا و نقش ضعیف دولت ها به خاطر جلوگیری از شیوع آن مردم جهان را بدون تعلقات نژادی، مذهبی و منطقوی من حیث یک جسم واحد که سرنوشت مشترک دارند در برابر دولت های جهان خوار که صرف به انباشت سود سرمایه می اندیشند با هم نزدیک و نزدیکتر ساخت. بحران کرونا چهره فریبکارانه جهان متمدن صنعتی قرن 21 را آشکار ساخت. بحرانی که بزرگترین و پیشرفته ترین پایتخت های جهان را به شهر اروا تبدیل کرده است. آنچه که دولت های کشورهای پیشرفته را دچار سراسیمگی نموده جهان بعد از کرونا است، نه ناتوانی مقابله با این ویروس. با برطرف شدن بحران کرونا احتمال دارد شاید پایان اقتدار نظام های غیر مردمی این قرن از آسیا تا آفریقا، از اروپا تا آمریکا باشیم و آن را من حیث سرآغاز عصر بیداری بشری بنامیم، زیرا با وجود ای همه اختلافات مردم جهان در اثر ای بحران با هم بیشتر احساس همدردی و همسرنوشتی میکنند.
با آموختن از بحران کرونا در جوامع غربی برای تغییر شیوه زندگی در کشورهای صنعتی بزرگ، تغییر نظام جامعه و برقراری عدالت اجتماعی نیروهای دیگری در جامعه نقش فعال خواهند داشت. با هر عقب نشینی رژیم حاکم در برابر خواسته های مردم، مردم نیرومندتر و قوی تر می گردن. عزیزان گرانقدر، این بود برنامه امروزی ما. تکرار این برنامه و برنامه های قبلی جهان اقتصاد را می توانید از طریق یوتیوب و صفحه فیسبوکی که به نام جهان اقتصاد است دنبال نمایید. هرگاه سوالات و نظریات موجود باشد می توانید از طریق ایمیل آدرس تلویزیون وزین بهار برایم بفرستید. از توجه شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه آینده خدا حافظ. شاد و موفق باشید.